دوازده و نوزده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار بیش از 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین خلق ایران. درگیری در مقابل مجلس ارتجاع در تهران، ضرب و شتم و بازداشت ده‌ها تن از کارگران و اعضای سندیکای شرکت واحد. شعار کارگران: دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. 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 این همه اختلاسگر زندان سهم کارگر، این همه اختلاسگر زندان سهم کارگر. خانم مریم رجوی با درود به کارگران به پا خواسته و اتحاد آنها با معلمین و دانشجویان خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شد. کنفرانس مطبوعاتی مقاومت در واشنگتن، معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران، چگونه سفارت‌های آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می کنند. آمریکا و اروپا برای خلاصی از تهدیدات تروریستی حکومت آخوندی، باید وزارت اطلاعات رژیم را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دهند و سفارت‌های حکومت آخوندی را ببندند. اعلام دیر هنگام آماده باش توسط ولی فقیه ارتجاع خامنه ای: دشمن از همه طرف وارد شده، مسئولین و آحاد مردم باید در مقابل با این دشمن در هر بخشی که می توانند خود را آماده کنند و وارد میدان بشوند. در مقابل دشمنی که آرایش جنگی گرفته، ملت بایستی آرایش مناسب بگیرد. تعریف و تمجید رئیس جمهور شیاد ارتجاع از سدسازی‌های بی‌رویه سپاه پاسداران که زمین ساز فجایع سیل شد، همراه با نمکپاشی وقیحانه بر زخم هموطنان سیل زده. در برخی از استانها خب ما الان شاهد 23 میلیارد متر مکعب آب در سدهای خوزستان هستیم در همین حال حاضر. خداوند نعمت بزرگی را بر ما نازل کرد. البته خب پاسدار جعفری سرکرده برکنار شده سپاه که از جانب خامنه ای به فرماندهی قرارگاه فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران گماشته شده، در اولین ظهور هنری فرهنگی خود اعتراف کرد فیلم ماجرای نیمروز علیه مجاهدین با حمایت سپاه پاسداران ساخته شده است. فغان و فریاد سرکردگان رژیم به خاطر خبررسانی و فعالیت هواداران مجاهدین در فضای مجازی. سرکرده پلیس فتا در اصفهان: اکثر اخبار سیل اخیر از ناحیه مجاهدین در فضای مجازی منتشر می شد. کنعانی مقدم از سرکردگان سابق سپاه پاسداران: مجاهدین در داخل ساختارها و جمع‌آوری و تخلیه اطلاعات نفوذ دارند و همه فعالیت‌های ما را رصد می کنند. نیتان سیلز
هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا. برای لیست گذاری تروریستی کاندیدایی بهتر از سپاه پاسداران نمی‌شناسیم. سال پیش شاهد بودیم که مأموران رژیم ایران دو توطئه برای حمله در قلب اروپای غربی انجام دادند. یکی در پاریس علیه یک گرد همایی سیاسی و دیگری در دانمارک. لذا دولت ترامپ در رابطه با تحریم ایران به خاطر تروریسم قاطع بوده است. موافقت قضایی فرانسه با استرداد یک دلال رژیم آخوندی به آمریکا. این دلال رژیم در سوم اردیبهشت در شهر نیس فرانسه به درخواست آمریکا دستگیر و زندانی شد. پس از انتشار خبر افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین و هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها در تهران و سایر شهرها، رژیم آخوندی در وحشت از اعتراضات مردمی ناگزیر از عقب نشینی از این افزایش قیمت شد. شماری از قهرمانان و حماس‌آفرینان شهید 12 و 19 اردیبهشت. مجاهد کبیر، فرمانده والا مقام محمد ضابطی، زندانی سیاسی در زمان شاه، مسئول بخش اجتماعی مجاهدین و سازمانده میلیشیا. قاسم باقرزاده، زندانی سیاسی در زمان شاه و مسئول بخش دانشجویی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب 57. حمید جلالزاده، زندانی سیاسی زمان شاه، همرزم مهدی رضایی، مسئول بخش کارگری مجاهدین پس از سقوط شاه. نصرت رمضانی، دانشجوی مهندسی مکانیک، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی، فرمانده نبرد قهرمانانه پایگاه کامرانیه. سوسن میرزایی، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی، مسئولیت در نهادهای کارگری و انجمنهای محلات. پری یوسفی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران در دهه 50، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. زکیه محدث، از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی. فضل الله تدین،
زندانی سیاسی زمان شاه، از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، کاندیدای سازمان از اصفهان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی و از مسئولان بخش شهرستانهای مجاهدین پس از انقلاب ضد سلطنتی. احمد کلاهدوز، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای مسئول مجاهدین در شیراز. حمید خادمی، از زندانیان سیاسی زمان شاه و از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی. حسن رحیمی، از مسئولان بخش کارگری مجاهدین و مسئول نشریه بازوی انقلاب. حسن صادق، زندانی سیاسی زمان شاه، مسئول نهاد محلات، برادر مجاهد قهرمان ناصر صادق. سعید منبری، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش کارگری و کاندیدای مجاهدین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از سقوط شاه. حسین جلیلی پروانه، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش شهرستان مجاهدین. فاضل مصلحتی، زندانی سیاسی زمان شاه، از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین. مهین خیابانی، از مسئولان انجمن مادران هوادار مجاهدین، خواهر سردار خیابانی. ایران بازرگان، از زنان پیشتاز انقلاب 57، مادر مجاهد 57 ساله که در رزم آخرین دوشادوش فرزندانش با پاسداران خمینی به نبرد برخاست. خدیجه مسیح مصباح، شیرزن مجاهد خلق که در نبردهای حماسی 12 اردیبهشت در پایگاهی در خیابان نارمک یک تنه در برابر فوجی از پاسداران درنده و تا دندان مسلح ساعتها جنگید و درسی درخشان به آنان داد. مریم شفایی، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران، از شهیدان خانواده قهرمان شفایی. عباس همایون نژاد، زندانی سیاسی زمان شاه، 27 ساله، هنگام مراجعه به یکی از پایگاه‌ها با مزدوران تا دندان مسلح درگیر شد و پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسید. علی انگبینی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نشریه فریاد گودنشین. فاطمه تاجی مهدوی کرمانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عضو تحریریه نشریه بازوی انقلاب در بخش کارگری. فائزه بهاری جوان، از دانشجویان انقلابی دانشگاه صنعتی شریف در دهه 50، از مسئولان انجمن دانشجویان مسلمان این دانشگاه. مهری خانبانی، از دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در دهه 50، فرمانده پایگاه در آخرین نبرد قهرمانانه با پاسداران. حمید لولاچیان، زندانی سیاسی زمان شاه، از کادرهای بخش محلات. زهرا طباطبایی، مسئول انجمن مادران منطقه خزانه. بهروز اسدالله زاده، مسئول تدارکات بخش اجتماعی. و مجاهدان قهرمان شهید، هادی محمد توانایان فرد، اقدس تقوی، امیر آق بابا، فرشته ازهدی، مهین ابراهیمی، معصومه میر محمد، محمد عسکری زاده، محمد تقی آسیم، حسین امیر پناهی، تقی اوستی،
غلامعلی صادقی نیستانی، مژگان موفق، پروین ملا زین علی طاهری، حسن کلکتچی، بهرام قاسمی، زهرا شیخ الاسلام، وجیهه عبادی، فاطمه ابوالحسنی، نائمه عمرانیان. دوازده و نوزده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار بیش از 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین خلق ایران. صدای آنها و همه شهیدان است که در هر زمان و هر مکان در خیزش‌ها و قیام‌های خلق قهرمان ایران شعله می‌کشد و ایران زمین را از حس حضور آن خاموشان پرخروش سرشار می‌کند. قهرمانانی که در روزهای 12 و 19 اردیبهشت در سال 1361 با نبرد قهرمانانه در برابر گله‌های تا دندان مسلح پاسداران خمینی جلاد که پایگاه‌های آنها را محاصره کردند تا آخرین گلوله جنگیدند و حماسه‌های درخشانی از رزم و پاکبازی را رقم زدند. در آن روزها بیش از 60 تن از فرماندهان، مسئولان و کادرهای مجاهدین و در رأس آنها فرمانده والا مقام مجاهد شهید محمد ضابطی سرفرازانه به شهادت رسیدند. نبرد چنان سترگ بود که دشمن وحشی به رغم بسیج انبوه پاسداران
در رویارویی با آن مجاهدان قهرمان کم آورد و از هوا و با هلیکوپتر هم پایگاه ها را زیر آتش سنگین قرار داد. اما کوه مردان و شیر زنان مجاهد خلق با قهرمانی و آتش توفنده و رزم انقلابی ساعتها و تا آخرین نفس جنگیدند و درس‌های ماندگاری در مسیر مقاومت سازش ناپذیر برای سرنگونی دیکتاتوری هار دینی را بر جای گذاشتند و بدین سان در آن ایام که شب تاریک خمینی تازه آغاز شده بود، در بحبوحه تنور کشیدن خمینی جلاد و در اوج سرکوب وحشیانه دهه 60 با تیربارانها و قتل عام‌های روزمره، تنین گلوله‌ها و پاکبازی حماسی قهرمانان مجاهد خلق، فضای ارعاب و خفقان و نغمه‌های شوم خیانت و تسلیم را در هم می‌شکست. به ویژه رشادت شیرزنان مجاهد خلق در مناطق مختلف تهران در مقابله با ارتجاع و تروریسم تحت نام اسلام درس‌های ماندگاری در تار و پود تاریخ معاصر ایران ثبت کرد و به مثابه خون جاری دوران جریان یافت و در صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران و نبردهای صلح و آزادی علیه جنگ و سرکوب خمینی به گل نشست. در پایداری و مقاومت‌های حماسی مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی بالا و بالاتر گرفت و با هجرت بزرگ مجاهدین به استراتژی هزار اشرف و کانون‌های شورشی ارتقا یافت تا رو در روی فاشیسم مذهبی و جنایت علیه بشریت از سوی دیکتاتوری خوناشام ولایت فقیه و در برابر کانون صدور ارتجاع و تروریسم چه در میهنمان ایران و چه در این منطقه از جهان جاری و جاودانه شود و درس‌های جدیدی از فدا و پاکبازی به مثابه مشعل‌های فروزان و راهنما برافروزد. زمین و دامن اجتماعی و مجاهد پروری که به ما امکان می‌دهد در دامنش ستارگان شبکوب راهگشا و پیشتازی از قبیل 60 شهید امروزمون رو پرورش بدیم و خونهایی که به بالا میرند به آسمان میرند و بعد باز میگردند، آسمانی که دارای بازگشت هست، باران داره، عقیم نیست، نازا نیست، یعنی خونهایی که به صورت شبنم آگاهی، به صورت امواج آزادی، به صورت طوفان مقاومت دو مرتبه باز می‌گرده و در این مسیر، در این رفت و بازگشت از اونجایی که یک سیکل بسته نیست، دور نیست، ارتقاست و تکامله، قول فصل رو محقق میکنه، تمیز رو، جدایی خبیث از طیب رو، تکامل مرزبندی ها رو، ارتقاء انقلاب رو از حالت باطی، از حالت درهم و مخدوش شده مرزها رو جدا میکنه، چرا که باید نشون میده که در هر کجا چی هست، کما این که در این رفت و بازگشت فصول معلوم میشه که هر دانه‌ای که در زمین کشته شده ماهیتش چی بوده، چه میوه‌ای داره و راه به کجا خواهد برد. هیچ کدوم از اینها هزل نیست، ابتذال نیست، واقعیت سرسخته. به سرسختی مقاومتی که شما پیش بردید و باز هم پیش خواهید برد و انشاءالله به نتیجه هم خواهید رسوند
در داخل خاک وطنتون. که میدونید چه روزی است. در چنین روزی بیشتر از 60 مجاهد کشته و یا اعدام شدند. اگر فکر بکنیم که در مقابل شهدا چه چیزایی به دست آوردن و اگر یقین داشته باشیم که بدون خونبهاش آزادی به دست نمیاد، فکر میکنم اگر کسانی هستند که فی الواقع باید غمگین باشند و پشیمان، کسانی هستند که جنایت رو مرتکب شدند، حقوق انسان رو پامال کردند و قصد اون داشتند که انقلاب ایران رو از بین ببرن با همه نیروهاش، با همه مجاهدینش و با همه مبارزینش. در یکی از وصیت‌ها یکی از بچه‌ها به مادرش نوشته بود که اگر میخوای من بعد از اعدام آدرسم رو به تو بدم، تا هر وقت که دلت برای من تنگ شد بتونی من رو پیدا بکنی. من در لبخند هر کسی هستم که بعد از آزادی خواهد خندید. من در صلح و در آزادی در همه جا حضور خواهم داشت. بنابراین برام گریه نکن. فکر میکنم این زبان حال همه شهدای ماست. مسئله اصلا این نبود که اونها از زندگی بدشون بیاد. بعض کسانی که حاضرن زندگیشون رو از دست بدن بهتر از هر کس دیگه معنا و اهمیت اون رو دریافتند. درست به همین دلیل حاضر میشن حیات خودشون رو برای آزادی و صلح یک خلق فدا بکنند. البته من شخصا خودم هم وقتی یک زمان در معرض اعدام بودم فکر میکنم که بازماندگان یک شهید به خصوص مادرش رنج بیشتری رو باید تحمل بکنند. صبر کنید، نسل‌ها و تاریخ آینده ایران و جهان در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، بیشتر و بیشتر. تاریخ آینده ما از مردان و زنان مجاهد گفتنی بسیار خواهد داشت، از سردارانی همچون موسی و محمد ضابطی، از نوجوانانی همچون فاطمه مصباح، از خانواده هایی همچون مصباح و بقایی و صدها خانواده دیگر، از مادران مجاهدی که در لحظه وداع از فدا کردن اطفال شیرخوارشان هم دریغ نکردند، از زنان مجاهدی که زن انقلابی مجاهد را زینت سینه تاریخ معاصر ایران و جهان کردند.
تجمعات اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت 98 دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند معلم معلم دانشجو اتحاد اتحاد معلم معلم دانشجو روز چهارشنبه 11 اردیبهشت جمعی از کارگران و دانشجویان و جوانان تهران به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس ارتجاع به اعتراض برخاستند. آنها شعار می‌دادند: کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد. دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند گرامی تبرم علی جان مردم گرامی تبرم علی جان مردم گرامی تبرم علی جان مردم دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند 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 نیروهای سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه به این تجمع یورش بردند و به ضرب و شتم شرکت کنندگان پرداختند و شماری از آنها را دستگیر کردند. در این هنگام مردم خطاب به مزدوران سرکوبگر فریاد زدند: بی شرف، بی شرف، نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. Peace out! Peace out! Peace out! Peace out! Peace out!
همزمان تجمع دیگری در مقابل خانه کارگر، تشکیلات دستساز و وابسته به رژیم در خیابان ابوریحان در تهران شکل گرفت. در این تجمع کارگران معترض رو در روی مراسم نمایشی رژیم شعار می‌دادند: مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر. کارگران اتحاد اتحاد. درود بر کارگر، درود بر کارگر. بعد از تجمع در مقابل خانه کارگر در خیابان ابوریحان، کارگران قصد راهپیمایی داشتند اما ماموران رژیم از راهپیمایی آنها ممانعت کردند. کارگران نسبت به این اقدام رژیم اعتراض کردند. یکی از نمایندگان کارگران در سخنانش در این باره گفت: اونایی که مانع راهپیمایی میشن، اونایی که میگن نکنید، بهتر از این جمعیت، بهتر از این ملت، بهتر از این کارگر کسی پیدا میشه. توهین به کسی کردیم، به ملایم کسی شدیم. چرا اجازه نمیفرمایید؟ چرا راه رو باز نمیکنید؟ به گزارش شاهدان عینی، در مراسم روز جهانی کارگر شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و ده ها کارگر و دانشجوی معترض دستگیر شدند. به مناسبت روز جهانی کارگر در سایر شهرها نیز تجمعات اعتراضی برگزار شده است. جمعی از کارگران زحمتکش در چهارراه شبرنگ شهرستان مریوان به همین مناسبت به اعتراض برخاستند. خانم مریم رجوی با درود به کارگران به پاخاسه و اتحاد آنها با معلمین و دانشجویان خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شد. کنفرانس در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن. معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران، چگونه سفارت‌های آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند. روز چهارشنبه 11 اردیبهشت در یک کنفرانس مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری بین‌المللی در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن برگزار شد، کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران، چگونه سفارت‌های آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند، معرفی شد. این کتاب 194 صفحه‌ای در 6 فصل تدوین شده و شامل 3 تقریض است که توسط فرماندار تام ریج، وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا، فرانسیس تاونزند، مشاور سابق امنیت داخلی آمریکا و لوئیس فری، رئیس پیشین FBI، در ضرورت انتشار این کتاب نوشته شده است. The director for the internal affairs as a terrorist entity. So that was an important step on the part of the Europe. در این کنفرانس علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت با تشریح اجزای این کتاب گفت: سفارت‌های رژیم در کشورهای غربی پایگاه امنی برای حضور ماموران وزارت اطلاعات برای انجام عملیات تروریستی هستند. این سفارت‌ها در گذشته نقش کلیدی در عملیات تروریستی رژیم در کشورهای مختلف ایفا کرده‌اند. وی با یادآوری اقدامات و توطئه‌های رژیم علیه مقاومت در کشورهای مختلف از جمله پاریس و آلبانی و نقش تنگاتنگ وزارت اطلاعات رژیم با سپاه پاسداران گفت: به دلیل اعتراضات و قیام‌های مردمی و نقش داخلی و بین‌المللی مجاهدین، رژیم هیچ چاره‌ای جز روی آوردن به تهاجم علیه مجاهدین در داخل و خارج از کشور و راه اندازی کمپین گسترده شیطان سازی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ندارد. تنها در سال 2018 ده اقدام یا توطئه تروریستی در اروپا و آمریکا را علیه مجاهدین سازمان داد. وی با برشمردن شمار دیگری از اقدامات تروریستی رژیم
خواستار لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات رژیم و بستن سفارتخانه های رژیم در کشورهای مختلف به عنوان مراکز پیشبرد تروریسم حکومت آخوندی شد. مشروع گزارش کنفرانس دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن متعاقباً از سیمای آزادی پخش خواهد شد. با سلام، اخبار و گزارش های این ساعت را ادامه می دهیم. ولی فقیه ارتجا که قبلا گفته بود جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد، پس از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران ابراز وحشت کرد و گفت نظام آخوندی از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفته و با آرایش جنگی مواجه است. از این رو مسئولین کشور و آحاد مردم در هر بخش و رشته‌ای که می‌توانند باید خود را آماده کنند و وارد میدان بشوند. خامنه‌ای که بعد از شکست مأموریت ظریف و شکست راه باز کردن با آمریکا از طریق تبادل زندانیان حرف می‌زد، در سخنان خود گفت توجه بکنید، امروز دشمن ما از همه اطراف مشغول تدارک تهاجمه، یعنی در حال تهاجمه، نه اینکه تدارک کنه، در حال تهاجم. اللحاظ اقتصادی که میبینید، اللحاظ نفوذ اطلاعاتی مشغول برنامه ریزی هم که نفوذ اطلاعاتی کنه، از لحاظ ضربه زدن از ناحیه فضای مجازی دارن برنامه ریزی میکنن، برای اینکه در فضای مجازی از طریق فضای مجازی به کشور ضربه بزن. دشمنه دیگه، دشمن مخصوص این دشمن، یعنی آمریکا و صهیونیسم در درجه اول، اینا مخصوص این حکومت فعلی آمریکا هم نیست، قبلی هم همینجور بودن، متا با شکلهای مختلف. کمکی که این شخصی که حالا سر کاره به ما کرده که باید ممنون باشیم این است که آمریکا رو اوریان نشان میده. قبلی ها اونطور که من گفته بودم دست چدنی رو توی دستکش مخملی میکردن، خیلی ها نمیدیدن، اشتباه میکردن، این نه، اینا بیعقلا چدن رو کشیدن بیرون، دارن نشون میدن به همه، حرکتشون حرکت آشکاره. از همه طرف دشمن وارد شده. مسئولین کشور و آحاد توانا و آحاد مردم باید در مقابله با این دشمن هر کاری که میتوانند، در هر بخشی، در هر رشته‌ای که میتوانند، باید خودشون آماده کنند، وارد میدان باشند، احساس مسئولیت کنند. در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره. خامنه‌ای به مناسبت روز معلم خواهان اجرایی شدن سند رژیم تحت عنوان سند تحول آموزش و پرورش که تحریف‌ها و دیدگاه‌های ارتجاعی رژیم را وارد کتاب‌های درسی می‌کند شد و در ضدیت با سند 20C یونسکو گفت این لب کلام و جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. همین که عرض کردم، شما اینجا بشینید سرباز درست کنید برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیه این وحشی‌های کروات زده و ادکنون زده ظاهرساز، همینایی که آدم می‌کشن بدون اینکه خم به ابرو بیارن، به آدم کش کمک می‌کنن بدون اینکه خم به ابرو بیارن، میگن آقا چرا شما به سعودی کمک می‌کنید؟ میگن آقا به پولش احتیاج داریم ما. میدونن که در یمن چه کار داره میکنه،
در این حال کمکش میکنن. اینا بنشینن اونجا، ما در ایران و در کشورهای آسیا و غرب آسیا و کشورهای اسلامی و اینها برای اینا سرباز و پشتیبان و رعیت تربیت کنیم. بیسی اینه. آخوند روحانی بار دیگر بر زخم هموطنان سیل زده به خاطر بارندگی ها و پر شدن سدها نمک پاشید و به تعریف و تمجید از سدسازی های بیرویه و تبهکارانه رژیم و سپاه پاسداران پرداخت که تنها ثمره واقعیش تخریب محیط زیست و خشکاندن رودخانه ها و مخازن زیرزمینی آب و ایجاد بحران بیعلاج آب و فجایع سراسری سیل اخیر بوده است. در برخی از استان ها خب ما الان شاهد 23 میلیارد متر مکعب آب در سدهای خوزستان هستیم در همین حال حاضر. خداوند نعمت بزرگی را بر ما نازل کرد. البته خب عده زیادی از مردم عزیز ما دچار مشکلات شدند، دچار صدمات شدند. دولت، مردم باید جبران کنند و انشالله جبران خواهیم کرد در حد امکان و توانمون. اما اون چه خداوند نازل کرده و وارد شده در این کشور ما به عنوان نعمت بزرگ و حیات این کشور، من خوشحالم در این روزهایی که دشمنان ما عربت کشیشون بیشتر شده و حرفای بی ربط، ناروا، نادرست، غلط میزنند، مردم ما شاهد ایستادگی و مقاومت و نشاط و روحیه و کار و تلاش. هر افتتاحی که انجام میگیره، هر کار بزرگی که انجام میگیره، این یک ضربه بزرگ بر دشمنان ما هست. من اگر بر فرض از پول نفت هم با این فشارهایی که میارن یه خورده کمتر به ما برسه، از جای دیگر ما جبران خواهیم کرد. ضمن اینکه نفت رو به حول قوه الهی به فروش میرسانیم. این حرف کاملا بی اساس و بی پایه است که آمریکایی‌ها میزنن. آمریکایی‌ها قدرتشون در این حدی نیست که زبونشون بلند و دراز هست. قدرتشون خیلی محدودتر از زبونشون هست. ما کاملا منطقه رو بهتر از اونا میشناسیم. الحمدلله امروز روابط ما با همسایگانمون، مخصوصا همسایگان غربی ما، حالا از بالا تا پایین، از بسیار خوبه. با قسمت جنوبی هم اکثرشون خوبن، حالا یکی دو تاشون اشکال دارن. ماه رمضان از خداوند استدعا میکنیم و دعا میکنیم که عقل رو به اونها هم برگردونه. اونا هم نفعشون اینه با ایران کار کنن، نفعشون اینه با همسایگان خودشون باشن. ما با هیچ کس دشمنی نداریم، اما در این حال در برابر هیچ توطئه‌ای هم ما دست روی دست نخواهیم گذاشت. پاسخ میدیم، جواب میدیم، ایستادگی میکنیم، مقاومت میکنیم. پاسدار جعفری، سرکرده برکنار شده سپاه، که از جانب خامنه‌ای به فرماندهی قرارگاه فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران گماشته شده، در اولین ظهور ابلهانه فرهنگی هنری خود اعتراف کرد فیلم ماجرای نیمروز علیه مجاهدین با حمایت سپاه پاسداران ساخته شده است. شما آقای سعد جعفری به اهل سینما و فیلم هم هستن؟ فیلم ها نگاه میکنین؟ بله فیلم هم نگاه میکنیم، ولی فیلم هایی که حالا مرتبط با مجموعه های خودمون، مجموعه هایی که خود سپاه مثلا حمایت کرده یا در تولیدش یا نقش داشتیم یا حمایت کردیم رو، اونا که قطعا وقتی آماده میشه میبینیم. مثلا آخرین فیلمی که دیدین چی بوده؟ حتما ماجرای نیمروز بوده. ماجرای نیمروز، بله. آخرین که جشنواره سیمرغ هم برد. بله.
ماجرای نیروزی که نگاه کردید نزدیک بود به خاطرات و تجربیات خودتون با منافقین؟ بله، البته برای من خیلی جذاب بود، جالب بود، به خاطر اینکه ما تو صحنه عقب نبودیم، ما جنگ جبهه بودیم دیگه، یعنی ماجراهایی که مبارزه که اینجا میشدیم خبرم داشتیم، ولی کامل من تو سوسنگر بودم، من درگیر عملیات های سوسنگر بودیم که اینجا، یعنی این فیلم برای من خیلی جالب بود. سرکرده نیروی سرکوبگر فضای مجازی موسوم به پلیس فتا در اصفهان با فغان و فریاد به خاطر نقش مجاهدین در افشای تبهکاری‌های رژیم آخوندی و سپاه پاسداران که منجر به فجایع سراسری سیل شد اعلام کرد اکثر اخبار سیل اخیر از ناحیه مجاهدین در فضای مجازی منتشر می‌شد و گفت جنگ سایبری خط مقدم جنگ‌های امروز است و اکثر اخبار سیل اخیر نیز از ناحیه این گروه در فضای مجازی منتشر می‌شد. از سوی دیگر وزارت اطلاعات رژیم اعلام کرد جلسه‌ای در مشهد برای بررسی نقش پیدا و پنهان مجاهدین در شبکه‌های اجتماعی برگزار کرده است. کنعانی مقدم از سرکردگان سابق سپاه پاسداران و گرداننده یکی از باندهای حکومتی نیز با هراس از فعالیت‌های مجاهدین گفت مجاهدین در داخل ساختارها و جمع‌آوری و تخلیه اطلاعات نفوذ دارند. وی افزود مجاهدین مانند موضوع هسته‌ای همه فعالیت‌های ما را رصد می‌کنند. روز یک شنبه 8 اردیبهشت نیز یک عضو مجلس ارتجاع با وحشت گفت حدود 15% افراد ضد انقلاب و مجاهدین در خارج از کشور در فضای مجازی ما فعال هستند و ناامیدی به انقلاب و نظام را به افکار عمومی پمپاژ می کنند. نیتان سیلز هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا که درباره لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران صحبت می‌کرد گفت یکی از توطئه‌ها در پاریس یک گردهمایی سیاسی را در هدف خود قرار داده بود. Two threats. We must also add the threat of Iran-backed terrorism. هماهنگ کننده ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با سایت مؤسسه بروکینگز درباره تهدیدهای تروریستی در جهان گفت سال پیش شاهد بودیم که ماموران رژیم ایران دو توطئه برای حمله در غرب اروپای غربی انجام دادند، یکی در پاریس علیه یک گردهمایی سیاسی بود و دیگری در دانمارک بود. Just last year we saw Iranian operatives plot a pair of assassination attacks in the heart of Western Europe. One in Paris, they were going to bomb a political rally. برای همین است که دولت ترامپ به لحاظ تاریخی در رابطه با اعمال تحریم‌ها علیه رژیم ایران به خاطر اینکه از تروریسم حمایت می‌کند قاطع بوده است. نیتان سیلز افزود رژیم ایران اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم است. سالانه با 1 میلیارد دلار نیروهای نیابتی مختلف تروریست خود را تأمین می‌کنند و عوامل حکومت ایران به طور مستقیم در تروریسم شرکت دارند. آنها از مرز صرفاً حمایت از تروریسم عبور کرده و عملاً در تروریسم شرکت دارند و برای همین است که چند هفته پیش وزیر خارجه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی لیست گذاری کرده است. هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد این اولین باری است که آمریکا از اختیارات لیست گذاری تروریستی خود علیه یک دولت استفاده می کند. برای لیست گذاری تروریستی کاندیدایی بهتر از سپاه پاسداران نمی شناسیم. رژیم ایران برخلاف هر کشوری در جهان از تروریسم به عنوان ابزاری برای بقای حاکمیت خود استفاده می کند و درست به همین دلیل ابزار اعمال تروریسم این رژیم لیست گذاری شده است. خبرها را ادامه می دهیم.
پس از آنکه به دنبال انتشار خبر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، پمپ بنزین‌ها در تهران و شهرهای مختلف با هجوم مردم و صف‌های چند کیلومتری خودروها روبرو شد، رژیم آخوندی در وحشت از اعتراض‌های مردمی از افزایش قیمت و سهمیه بندی از قبل اعلام شده بنزین عقب نشینی کرد. روز چهارشنبه رسانه‌های حکومتی خبر دادند رژیم آخوندی قصد دارد در یک اقدام ضد مردمی دیگر، پس از افزایش بلیت اتوبوس و مترو و کرایه تاکسی، از پنج شنبه شب 12 اردیبهشت قیمت بنزین را افزایش داده و آن را سهمیه بندی کند. بنابر این گزارش ها بنزین با نرخ 1000 تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می شود. قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3000 تومان خواهد بود. یک عضو مجلس آخوندی در این رابطه هشدار داده بود از این تصمیم اشتباه برگردید. مردم طاقت افزایش قیمت‌ها را ندارند. به گزارش رسانه‌های رژیم، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رژیم اعلام کرد پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نیست و زمان اجرا متعاقباً اعلام می‌شود. دادسرای عمومی فرانسه موافقت خود را با استرداد یک دلال رژیم آخوندی به آمریکا اعلام کرد. این دلال رژیم که جلال روح الله نژاد نام دارد، 3 اردیبهشت در شهر نیس فرانسه به درخواست آمریکا دستگیر و زندانی شد. وی قصد داشته سامانه‌های امواج کوچک صنعتی و همچنین سامانه‌های ضد پهپاد را در پوشش فعالیت تجاری به قصد امارات متحده عربی خریداری و سپس به ایران قاچاق کند. جلال روح الله نژاد قصد داشته این تجهیزات را برای یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران موسوم به رایان رشدافزار تهیه کند. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی بار دیگر تاکید کرد این کشور آماده است تا با جایگزین کردن تولیدات ایران بعد از پایان معافیت‌های داده شده به خریداران نفت خام از رژیم ایران پاسخگوی درخواست مصرف کنندگان نفت باشد. وی افزود ما موجودی نفت جهان را بررسی می کنیم و متعاقباً سطح تولید را تنظیم می کنیم. در ونزوئلا در حالی که مادورو اعلام کرد یک کودتای نظامی را سرکوب کرده، خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون این کشور مردم را به برپایی تظاهرات بزرگ فرا خواند و از مردم خواست برای مرحله نهایی قیام علیه مادورو آماده شوند. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا محتمل است. جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ نیز گفت رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد آماده است تا کاری را که نیاز است انجام دهد. بولتون افزود آمریکا خود را برای دوران پس از مادورو آماده کرده است. وی افزود وزیران خارجه آمریکا و روسیه بر سر اوضاع ونزوئلا گفتگو خواهند کرد. گزارش‌ها همچنین حاکی است پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا سفر خود به اروپا را به دلیل تحولات ونزوئلا لغو کرد.